انگار می دانست که قربانی بعدی بیدادگری ها علیه انسان های بیدفاع خودش است. هدا رضازاده صابر که در رسانه ها به هدا صابر مشهور است، سومین فعال نیروهای ملی مذهبی که در دو هفته اخیر جان سپرده. پیش از او عزت الله صحابی و دخترش حاله، اولی در بستر بیماری و دومی در تشییع پیکر پدر جان باختند. برای هدا صابر این ظلم غیر قابل تحمل بود و چنین شد که با امیر خسرو دلیرسانی اعتصاب قضا را آغاز کرد، درست یک روز بعد از مرگ حاله صحابی. اما هدا صابر که بود؟ هدا صابر روزنامه نگار بود و از گردانندگان مجله ایران فردا به مدیریت عزت الله صحابی. مرحوم هدا صابر به عنوان یک کنشگر اجتماعی نگاهی دقیق و جامعه شناسانه به پیرامون خود داشت تا به این ترتیب درک بهتری از جامعه داشته باشد. بر این پایه بود که دیدن او در میان سوژه های تحقیق، میان کارتون خواب ها یا کودکان کار هیچ تعجبی برای دوستانش نداشت. اما هدا صابر فعال سیاسی نیز بود و همین سابقه فعالیت بارها پایش را به زندان گشود. از مجموعه نیروهای ملی مذهبی به حساب می آمد و بسیار به عزت الله صحابی نزدیک بود، به خصوص که در ایران فردا با هم همکاری داشتند. همین نزدیکی فکری بارها به بازداشت صابر و همفکرانش انجامید. از میان چند باری که زندانی شد، معروف ترینش بازداشت سال 79 بود که با چند تن از دیگر فعالان ملی مذهبی بازداشت شد. بازداشتی که هر چند یک سال بعد به آزادی موقت آنها منجر شد، اما پرونده ای را در قوه قضاییه گشود که هرگز برای هدا صابر بسته نشد. در طول دهه 80 او بارها به زندان بازگشت، با وثیقه آزاد شد و باز به زندان برده شد. نمونه بازداشت در سال 82 که با 4 ماه و نیم انفرادی همراه بود و تا سال 84 در بازداشت ماند. با اینکه بعد از انتخابات 84 مدتی آزاد بود، اما در سال 85 به همراه تقی رحمانی به اتهام تشکیل یک انجیوی غیرقانونی به 8 ماه زندان محکوم شد. حال آنکه به گفته عبدالفاتح سلطانی این تشکل نه تنها غیرقانونی نبود بلکه مجوز هم داشت. چند روز بعد از انتخابات او بار دیگر بازداشت شد، اما این بار خیلی کوتاه بود. آخرین بازداشت هدا صابر به مرداد سال گذشته باز میگشت که تا آخرین روز حیاتش ادامه داشت. این بار هم مانند بازداشت های قبلی علت و اتهامی اعلام نشد و حتی محمد شریف آبان سال گذشته مسئولان قضایی را مورد سوال قرار داد که دلیل بازداشت هدا صابر چیست. نه مسئولان قضایی به این سوال پاسخ دادند و نه دیگر نیاز به پاسخ آنهاست. هدا صابر هم پر کشید. هدا صابر 52 ساله در حالی روز یکشنبه جان سپرد که در اعتصاب قضا به سر می برد و زمانی که به واسطه این اعتراض وضع جسمیش به وخامت نهاد، مسئولان زندان اوین به جای رسیدگی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 64 زندانی اوین این نکته را تایید کردند. این شهادتنامه سندی تاریخی است که به امضای اسیران در اوین رسیده است. برای ثبت در تاریخ نام این شاهدان را می‌خوانیم. قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، بهمن احمدی عمویی و عبدالله مومنی، حسن اسدی زیدآبادی، علی جمالی، محمد رضا مقیسه و علی ملیحی، بابک داشاب، حمید رضا محمدی، قاسم شعله سعدی و کیارش کامرانی، محمد جواد مظفر، احسان مهرابی، عماد بهاور و مجتبی تهرانی، جواد امام، فیض الله عرب سرخی، عماد الدین باقی و ابوالفضل قدیانی، محمد حسین خوربک، اسماعیل صحابه، امیر خسرو دلیرسانی و سید محمد سیفزاده، سیامک قادری، سام محمودی سرابی، اکبر امینی ارمکی و هوشنگ فرزین، حامد میرزایی گرجی، آرش سقر، احمد شاهرضایی و آرش صادقی، نوید کامران، رامین پرچمی، علیرضا سهرابپور و مهدی حسینزاده، محمد صدیق کبودوند، مهدی خدایی، سیامک رحمانی و سعید متینپور، مسعود لواسانی، محسن قمین، محمد پور عبدالله و حسین مفیدی، مهدی نوذر، ابوالفضل قاسمی، ابراهیم مددی و عباس نامی، علی بهزادیان نژاد، حسین زرینی، امیر حسین قنبری و غلامرضا آزادی، مجید تمجیدی، یوسف مهر، شاهین زینعلی و پیمان عارف، جواد علی خانی، رامتین قفاری، مهدی وطنخواه و فریدون سیدی راد، سعید مالمیران، جواد علی خانی، محسن قلعی و میثم رودکی.
مسئولان زندان اوین منکر بی‌توجهی به وضعیت جسمی هدی صابر بودند. با این حال انتشار این شهادتنامه موجب شد تا دادستان کل کشور در جلسه اخیرش اشاره به ابهامات مرگ هدی صابر داشته باشد. در چند روز اخیر محمد خاتمی به مناسبت مرگ هدی صابر پیام تسلیت صادر کرده و احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نیز گفته اگر مسببان درگذشت حاله صحابی مجازات شده بودند زمینه چنین مرگ دلخراشی برای هدی صابر به وجود نمی آمد. برخی از احزاب و تشکل‌های سیاسی چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز مرگ هدی صابر را نتیجه بی‌توجهی مسئولان دانستند. در یک دهه اخیر با اینکه فرصت‌هایی که هدی صابر بیرون از زندان باشد کم بود، اما او از همین فرصت کم هم استفاده کرد تا دستاوردهایش از تاریخ معاصر را با دانشجویان و جامعه روشنفکری ایران به اشتراک بگذارد. از جمله در فاصله دی 85 تا آبان 87 او حدود 75 نشست منظم در حسینیه ارشاد داشت با عنوان بحث 8 فراز 1000 نیاز که شنوندگان زیادی داشت. شاگردان صابر او را آمیزه ای از رنج و سختی هایی می دانند که هرگز از راه مستقیم منحرفش نکرد و به همین دلیل بود که در پروازش نوشتند صبر هدی صابر تمام شد. انگار همین دیروز بود که او برای شاگردانش از مولانا می خواند که باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدل تریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش، خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگون است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش.